الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خدمت همه بیننده ها و شنونده ها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم همه خوب باشند و در کنار خانواده هایشان و در کنار دوستا و رفقایشان در یک فضای گرم از صمیمیت و محبت و مهربانی وقت خود را سپری بکنند ان شاء الله. برنامه را تا اخیر انشاءالله تعقیب بکنیم، زیاد مفصل صحبت نمی کنیم. شما در جریان هستین و آگاه هستین که ما به خاطر رساندن کمک‌های مالی عزیزای مخلص برای نیازمندا، به خاطر گرم بودن زمستانشان، برنامه روی دست گرفتیم و می خواهیم که در ای یا پیشبرد برنامه کنار هم باشیم. یک شعری هست میگه: بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش زی یک جوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. وقتی یک عضوی از جامعه ما را درد میگیره، به سختی مبتلا می باشه و از سردی هوای زمستان رنج میبره که زمستانم نزدیک هست، ما و شما من حیث یک مسلمان باید احساس مسئولیت بکنیم در قبال از انسانهای نیازمند. وقتی که سردی اونها را ما در خانه های گرم خود احساس نکنیم، وقتی که گرسنگی اونها را ما در مورد خود، که اگر ما یک خانواده داشته باشیم و خانواده ما او حالت گرسنگی مبتلا باشه، ایر بالای خود تصور بکنیم که چه قسم خواد بود. حدیث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است، میگه: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. میگه رحم کنین بالای او کسایی که در زمین هستند تا او کسی که در آسمان هست بالایتان رحم بکنه و مهربانی بکنه. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نمی کنه رحم بالایش نمیشه. حتی یک حدیثی وجود در رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایه، میگه: الرحمت لا تنزع الا من شقی. رحمت و مهربانی و همدردی از یک انسان دور نمیشه مگر او انسان بدبخت خواد بود. از الله متعال خواستار هستیم که ما را در جمله انسانهای بدبخت قرار نده. تبرانی حدیث را روایت میکنه در کتاب خود، میگه: لا یزال الله فی حاجت العبد ما کان العبد فی حاجت اخیه. میگه الله متعال به خاطر برآورده کردن مشکل یک انسان و یک بنده این می باشه و مشکل یک بنده را حل میکنه، حاجت یک بنده را، این مشکلش را و هر مشکلی که داشته باشه حل میسازه، تا زمانی که یک بنده به خاطر حاجت برادر خود قدم بزنه. اسلام تنها نماز خواندن نیست، اسلام تنها حج رفتن نیست، اسلام تنها تسبیح گفتن نیست. اکثریت جاها در قرآن کریم شما متوجه هستین و خوانده که در پهلوی نماز از زکات صحبت شده، در پهلوی نماز از صدقات و خیرات و نفقات و همدردی صحبت شده، که یعنی همین قسمی که ما در اسلام داخل شدیم، اسلام را باید کاملا در حد توانایی خود باید تطبیق بکنیم و عمل بکنیم و ما انسان‌های سخاوتمند باشیم، انسان‌های دردمند باشیم، انسان‌های دردمند را فراموش نکنیم، خصوصا در این کشوری که ما و شما زندگی داریم، یا کسایی که در این کشور فعلا حضور دارن، یا کسایی که خارج از کشور هستن، حالت فعلی کشورها را، بالاخص وضعیت کشور خود ما و شما افغانستان را، ما و شما خوب درک می‌کنیم که خیلی در یک حالت بد قرار داره، خصوصا زمستان نزدیک هست. او روز ما در فیسبوک خود نوشته کرده بودم که ما و تو خوشحال هستیم که زمستان فرا رسید، ولی انسان هایی هستند که از سردی هوا می لرزه.
ما زندگی ما در یک اتاق دیگه هست، ما که جبر درس میایم، امی لحظه ما یه چیزی که پوشیدیم خیلی گرم هست، اما اگر ما سردی انسانهایی که خارج از خانه هست و در محوطه خود را احساس نکنیم، فکر نکنیم که ایمان ما ایمان خوبی باشه. رسول ما صلی الله علیه وسلم سخاوتمند بود، حتی میگه ما سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا قط فقال لا، مگه هیچگاه از رسول الله سوال نشده، یعنی کس چیزی از رسول الله نخواسته مگرم رسول الله جواب بلی برش داده، هیچگاه نه خیر نگفته، هیچگاه پیامبر نگفته که نه خیر. به این اندازه رسول ما صلی الله علیه وسلم سخاوتمند هست. حتی یک روز عمر رضی الله عنه، در مورد ابوبکر برتان میگم، عمر رضی الله عنه یک روزی از رسول الله میشنوه که شما اسلام را تقویه بکنن، شما مسلمین را تقویه بکنن. عمر بلند میشه که امروز ما از ابوبکر سبقت میگیرم، ما امروز باید از ابوبکر پیشی بگیرم، ما باید امروز در رساندن کمک به اسلام و مسلمین ما باید از ابوبکر پیشتر شوم. میره نیمی از مال خود را از خانواده خود جمع میکنه، نزد رسول الله میره، میگه بگیر یا رسول الله. بعدش ابوبکر چند دقیقه بعد میاد، ابوبکر مال خود را نزد رسول الله میگذاره، میگه یا رسول الله در خدمت تو هست. بعد از او رسول الله از عمر سوال میکنه که ای عمر در خانه چی گذاشتی؟ گفتی یا رسول الله در خانه خود نیمی از مال خود را گذاشتم و نیمش را نزد تو آوردم. ابوبکر را سوال میکنه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم که یا ابوبکر، میگه تو چی کردی؟ چقدر مالت را آوردی و در خانه چی گذاشتی؟ میگه ما در خانه خود فقط الله و رسول الله را گذاشتیم، یعنی هیچ چیزی در خانه نگذاشتیم مگرم نزد تو آوردم ای رسول الله. عثمان رضی الله عنه از جمله کسایی هست، از جمله اصحاب هست که اسلام را سخت تقویه کرده و مسلمین را سخت تقویه کرده و خیلی به خاطر همدردی و مهربانی بالای مسلمان ها خیلی همکار بوده. یک روز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم یک آیت را تلاوت میکنه که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی هست که الله متعال را قرض حسنه بده؟ یک صحابی ابو دحداح نام داره از جای خود بلند میشه، مگه یا رسول الله آیا الله از ما قرض حسنه میخواهه؟ از الله از ما پول میخواهه؟ الله خودش به پول نیازمند نیست که به پول نیازمند باشه، او از بنده های نیازمند خود را، از بنده های فقیر خود را، از بنده های ناتوان خود را ایتو احساس میکنه، یعنی ایتو فکر، یعنی ایتو برای ما بیان میکنه، گوی خود الله ضرورت داره، حالی که الله صمد هست. ما در نماز خود همیشه گاهی اوقات میخوانیم که قل هو الله احد الله الصمد، الله به مال ما نیازمند نیست، نیازمندا به مال ما و تو نیازمند هست که ما باید با اونها همکار باشیم. ابو دحداح وقتی که آیه را میشنوه که الله متعال قرض حسنه میخواه، یک باغ داره 600 درخت خرما در او باغ هست، باغ را بند میکنه و کلیدش را نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میاره، میگه در خدمت اسلام قرار داشته باشه. 600 درخت خرما در یک باغ میاره نزد رسول الله تقدیم میکنه. یعنی ما چقدر توانایی داریم، ما چقدر نسبت به برادر خود دردمند میشیم. هدف از اسلام خدمت کردن تنها سخنرانی نیست، هدف از این که ما با مسلمان ها همکار باشیم صحبت کردن در لایف نیست، ای که تو به خاطر یک غم برادر مسلمانت قدم میزنی، به خاطر مرفوع ساختن نیازمندی یک آخر مسلمان قدم میزنی، این اسلام هست، این پیام رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. پس بین قبل از اینکه ما برنامه را براتون تشریح بکنم، این ویدیو را همراهیتون شیر بکنه که دوستای دیگه هم در این مورد سهم بگیره. هر کسی که ویدیو را میبینه سخاوتمند باشه در شیر کردن این ویدیو و سخی باشن و نشرش بکنن. میشه که توسط همکاری مالی یک برادر و یک خواهر نیازمندی یک زمستان یک خانواده مرفوع شود. ما برنامه گرفتیم، شاید شما در صفحه فیسبوک ما دیده باشین، یک لیست را آماده کردیم، تقریبا 15,000 افغانی میشه مصرف زمستانی یک خانواده و شاید زیادتر از اوشه و خواله. ما در یک حد به اصطلاح به نظر خود ساختمش. در اون لیست چوب هست، دو تخت کمپل هست، بخاری هست و همچنان البسه زمستانی هست که جمعا 15,000 افغانی میشه. حال دیگه دوستا سخاوت خود را ببینن که به چی اندازه و به چی تعداد خانواده ها را اینها همکاری کرده میتونه، یک خانواده، 10 خانواده، 20 خانواده. حتی اون روز یک جوان همراه ما تماس گرفت، گفت لیست 50 خانواده را برای ما آماده کن. باور کنید دوستا زنگ میزنه، هم از خواهرها و برادرها،
یعنی من فقط یک اعلان را در حد یک پست نشر کردم، در حد یک نشریه. باور کن آنقدر تماس میگیرن، آنقدر دردمند هستن، یعنی ما هنوز لایف نیامدیم و بیان نکردیم ولی مردم اما احساس خود را و درد ایمانی که در درونشان وجود داره برای ما بیان کردن. حتی باعث ازی شده که از اون طرف پشت تلفن اشک ریختاندن. ما که در قبال مردم خود، در قبال مسلمان، در قبال یک انسان ما اشک نریزانیم و به خاطر دردش هم درد نباشیم، فکر نکنم که ما انسانهای خوبی باشیم. ما مسلمانی ما شاید مسلمانی خوبی نباشه. پس در این مورد با هم همگام می باشیم، همکار می باشیم. چیگونه گرم بخوابیم در حالی که خانواده هایی هستند که زیر خیمه در زمستان زندگی می کنند؟ یعنی چی قسم مسلمانی هست؟ فکر کو که خانواده تو خانه نداره، فکر کو که خانواده تو نان یک شب خود را نداره. باور کنین ما صداهایی را می شنویم که در خانه در 3 شب دیگ پخته نشده، چیزی پخته نشده. یعنی ما چی قسم دردمند هستیم؟ از مسیر راه میگذری میبینه که یک فقیر در داخل اشغالدان ها پشت اشغال یا خوردنی باقی مانده ای که از ما مانده پشت از اون میگرده. ما در کشور اسلامی زندگی میکنیم، برای پول مصرف کردن به خاطر کردیت موبایل خود 100 افغانی 200 افغانی داریم، اما به خاطر مصرف و لباس خریدن برای یک فقیر ما 10 افغانی نداریم. مصرف کردن بالای یک فقیر ما 50 افغانی نداریم، داریم ولی اما قدر ایمان نیست که دست ما را بلند بکنه و به یک دست یک فقیر بگذار که امرایش کمک بکنه. این برنامه ای ما هست. ما یک چند چیز را به خاطر که شما چگونه همکاری کرده میتونید ما براتون یادآوری میکنم. ما کمک ما ایتو نیست که هر کس پیش آمد خوش آمد ما برش میرسانیم، نه خیر. اول نام نویسی میکنیم، وضعیت خانواده را میبینیم که تا به حال تقریبا که در این مورد پدر ما همکار ما هست، من امروز تماس گرفتم 38 خانواده را نام گرفتن، 38 خانواده نیازمند را نام گرفتن و نام نویسی کردن که شاید دو روز قبل من تماس گرفتم. ما و پدرم یک کمی دور هستیم از هم دیگه و شاید بعض دوستای دیگه هم از کسایی که همکار هستن با ما و نام گرفته باشن. ما اول نام نویسی میکنیم، بعدش یک برنامه داریم. اگر ممکن بود کمکتان را به ما ارسال میکردن ما با اونها میرسانیم. در واتساپ ما تماس بگیرن، در واتساپ ما پیام بگذارین، از طریق مسنجر فیسبوک همین صفحه ما که هستم رای شما در مسنجر داخل شن، شما را مستقیم به واتساپ وصل میسازه و ویدیو را هم شیر بسازین با دوستایتان. در واتساپ باز میگیم که به کدام طریق شما میتونین که پولتان به ما ارسال بکنین. دوم ای که اگر مسئله اعتماد هست، اعتماد نیست، من شما این خواهش را دارم که خودتان لااقل می کار را بکنین، روان نکنین به ما. یا اگر کسی بالای کسی دیگه اعتماد دارین به او روان بکنین. و اگر بالای هیچ کس اعتماد نیست که حالا اعتماد دیگه بالکل ختم هست، خدا هدایت بکنه همه ما و شما را، لااقل خودتان برسانین. اگر در داخل کشور هستین یا خارج از کشور هستین، اما پولتان را لااقل مصرف کنین بالای یک نیازمند، بالای یک فقیر خودتان برسانین. لااقل به ما اصلا روان نکنین. ما همه قدر انگیزه که به دوستای خود میبخشیم که این کار را انجام بدن، فقط از ما یک انگیزه دادن هم یک رفع مسئولیت است که ما میتونیم از این طریق مسئولیت خود را مرفوع بسازیم و رفع بکنیم. یا اگر خودتان این توانایی را ندین به یک کسی دیگه وظیفه بدین، به یک برادرتون که در داخل کشور هست، به خواهرتون که در داخل کشور هست، یا به یک کدام کسی دیگه رفیقتون وظیفه ایشون بدین که یک روز احوال خانواده های نیازمند را بگیرن. کنها چی مشکل دارن؟ من یک روزی از نماز فارغ می شدم، از مسجد بیرون شدم. در حین بیرون شدن، وقتی که یعنی قبل از ببخشین این نماز را که تمام شد، سلام گشتاندم، دیدم یک خواهر از پشت صف مسجد صدا میکنه که من شوهر ما 2 ماه قبل یک جای را نام گرفت، حالا فراموشم شده، شهید شده و ما چند دختر حافظ قرآن دارم و یک پسر دارم در خانواده، ما کدام کسی نداریم. والله دل انفجار میکنه، قلب یعنی دردمند میشه که چنین حالت را ببینیم. ما باز امرایش یک چند دقیقه صحبت کردم و تا حد که توانایی بود امرایش کمک شدم. شماره شالم در موبایل ما هست. یعنی شما فکر کنید که بصدها چنین خانواده وجود داره. گاهی اوقات اگر درد ما نمی گرفت ما دردمند نمی شدیم. یک دفعه ایره در مورد فامیل خود فکر بکنیم، گویا خانواده ما تو هست، گویا پسر ما تو در این حالت قرار داره، برادر ما تو در این حالت قرار داره، خواهر ما تو در این حالت قرار داره. باور کنید که محصلین وجود داره، مسافر هستن، از ولایت ها آمدن در ولایتی که ما هستیم، کرای اتاق خود را ندارن. تا به حال این
هوا سرد شده، یک بخاری ندارن که اتاق خود را گرم بکنن. ولی ما در هر خانواده ما، در هر اتاق ما، در هر خانه ما وسایل گرم کن هست. فکر نکنم انسان های خوبی باشیم، فکر نکنم خوب دردمند باشیم. لااقل اگر به ما وصل کردن میتونن به دوستایتان برسانن، که اونها برسانن. و حتی اگر بعضی دوستا گاهی اوقات بخش از کمک ها که شروع میشه، ما قبلا برنامه سیرت داشتیم که الحمدلله دوستا همکاری کردن، 2500 جلد سیرت را ما به حال تا به حال توزیع کردیم که تقریبا 2000-3000 جلد دیگهش باقی مانده و همکاری مالی دوستا بوده. و کسایی که حتی یک سوال دیگه ما رو درشون پیدا میشه که چه قسم خواهد شد، اونا روان نکنن، من خواهش میکنم اونا باز ما را احوال نتن، اما گمانشان اگر احیانا مشکل داشته باشه باز میتونن با دوستای دیگه تماس بگیرن. گپای ما تمام شد، الله متعال شما راضی باشه، ویدیو رو با دوستایتون شیر بسازن. کسایی که توانایی همکاری مالی داره، هم از خواهر و برادر، در این مورد با هم همکار باشیم، همگام باشیم. و خانه های خود ما شما خو گرم هست الحمدلله، از هر دیدگاه گرم هستیم. من از خانه دهی خانه آمدم، این جمپر را پوشیدم و دهی جا آمدم، یعنی ما دهی اندازه همراهی خود احتیاط میکنم. ولی خانواده های شاید باشه که خریدن توانایی خریدن یک جراب را برای طفل خود نداشته باشه. خودتان همکاری کرده میتونن، خواهرها سهم گرفته میتونن، حتی کسایی که دور هستن، خارج از کشور هستن، میتونن چند جوانی یک جای شون، پول خود به یک جای برسانن، به یک نیازمند برسانن. فقط برسانن، ضرور نیست که به نصرت صاحبی باشه، این ضرور نیست. نصرت صاحبی ضرور است یا نیست مسئله فرد خود ما است، هر کس برای خود یک برنامه داره. اما شما میتونید که لااقل پیش از زمستان امون نیازمندی یک خانواده، دو خانواده، ده خانواده مرفوع بسازید. بعضی کسا میگن که این مربوط ما نمیشه. چرا مربوط ما نمیشه؟ حالا اگر کدام کسی دیگه باشه که در این مورد همکاری بکنه، خامو اقدام بکنه. لااقل هر کس توانایی داره، من توانایی سخن گفتن دارم براتون میگم، یک کسی توانایی مالی داره میره زحمت میکشه، یک کسی توانایی یعنی وسایل را داره، خرید وسایل را داره، میتونه زحمت خود را بکشه. پس اگر در این موارد که من گفتم موافق بودین، در واتساپ ما پیام بگذارین، ان شاء الله تماس میگیریم. و خیلی عجله نکنین در جواب گرفتن در واتساپ، به خاطر اینکه مصروفیت ها رو شما هم درک بکنین، شما هم مصروف هستین، ما هم مصروف هستیم. و باز ما طریقه ارسال رو براتون میگم که به چه طریقه میتونین که شما ارسال بکنین. ما نام نویسی کردیم بعضی از خانواده ها را، و اگر کسی خیلی گزارش میخواهه، گزارش از طریق واتساپ برای خودش روان خواهد کردم. گاهی اوقات من خیلی گزارش نشر نمیکنم در فیسبوک که در فلان جا فلان با فلان نفر کمک صورت گرفت، با فلان نفر کمک صورت گرفت. خیلی خوبم نیست، و خود فقرا هم عزت و آبرو دارن، و اونها نمیخوان که با یک کمک زمستانه 15000 ما تصویر رو بگیریم و در جهان پخش بکنیم. اما جایی که ضرورت باشه، باز مجبور هستیم که به یک نوع دیگه مردم را، برای مردم گزارش آماده بکنیم. تشکر از حوصله مندیتون، الله متعال شما راضی باشه. تا به حال خیلی از دوستا ماشاءالله همکاری کردن، همکار بودن، هر چیزی که گفتیم و اونها شنیدن و به ما رساندن کمکهایشان را، در مسئله پروان، در مسئله پروان که سیلاب زده شده بود، و همچنان مسئله سیرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، مسئله محصلین، و مسئله یک طفلی که سرطان داشت، الحمدلله تا به حال هم کمک زجریان داره، تقریبا کم و بیش 50000 افغانی به اونها رسیده. امروز یک کس 20000 افغانی روان کرده به اونها. الله متعال شما راضی باشه. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و آله بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده، کدام خطای گفتاری لفظی یا علمی اگر ما صورت گرفته باشه، ما رو با بزرگواریتون عفو بکنین. دوستا خیلی احساس اظهار محبت میکنن، باور کنین که ما هم دوستتون داریم. ما اگر شما رو دوست نمی داشتیم، باز ضرورت نبود که ما جمعی یک 15 دقیقه در این اتاق در یخ می نشینیم، 20 دقیقه می نشینیم، یا نیم ساعت، یعنی به اصطلاح ساعت تیری نیست. حتما دوستتان داریم و نیازمندا هم به کمک ما شما نیازمند هستن. ما شما سپاسگزار هستیم و محبتی که دوستا با ما میکنن. ما توانایی ازیر نداریم که ما شکرگزار اونها باشیم و شکرگزاری بکنیم. حتی اگر ما توانایی ازیر داشته باشم، ما میتونم که کامنت شما دوستا را جواب بدم، کامنتتان و پیامتان را. ولی شما درک بکنین که دوستا به اندازه علاقمند دین و اسلام و شریعت خود هستن که باور کن که رسیدگی نمیشه که به اونها پاسخ بدیم. دیگه انشالله شما هم ما را عفو بکنین، دوستایتان ما را عفو بکنه، و این پیام را به دوستایتان شریک بسازین. من گفتم که فقط برسونین به مردم از هر طریقی که باشه، فقط درد خود را با دوستا شریک بسازیم، با دوستای خود، با رفیقای خود.
و شماره واتساپ هم براتون میگم، به شرط ازی که به شرط میگم که دوستا اگر فقط احوال میگیرن که نصرت خوب است یا نیست، ما مهم نیستم، برادرتان هستم. کدام خیلی اتمد زندگی تکلف را دوست دارم کس مولا خیلی رسمی بگیره و مولای سه و مولانا سه و قاری سه بگویه، خیلی رسمی بودن خوشمونه میه. من برادر شما هستم، برادر کوچکتون. شماره واتساپ را میگیرم همراهتان یادداشت بکنه: 0784 67 67 77. باز تکرار میکنم: 0784 67 67 77. انشالله در کامنت ها دوستان میرسانم به شما. باز براتون تکرار میکنم، کسایی که خارج از کشور هستن 0093 784 67 67 77. یعنی کد را اضافه میکنیم، بعد از شما در واتساپ ما وصل میشن. در پاسخ گرفتن به واتساپ عجله نکنن انشاءالله، ما هم در حد توانای خود رسیدگی میکنیم انشاءالله. خدا شما را اجر نصیب بکنه. از حوصله مندیتان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.